مردم کارهای عمومی و نهادی متعلق به مردم را انجام دهد بدل شود. مراسم روز دانشجو در سالن شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. تجمع بزرگ دانشجویان و استادان دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ظهر روز دوشنبه 15 آذر در سالن دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش کلمه، در این گرد همایی که به مناسبت سال روز شهادت 3 آذر اهورایی در 16 آذر 32 و تحت عنوان امید رساترین اعتراض برگزار شد، چهره های اصلاح طلبی چون حجت الاسلام مجید انصاری، دکتر الهی کولایی، حجت الاسلام دکتر محسن رهامی و دکتر حمید رضا جلایی پور به سخنرانی پرداختند. بنابراین گزارش، دانشجویان در این مراسم پارچه و دیگر نمادهای سبز را همراه خود به سالن شهید چمران آورده بودند تا بار دیگر حمایت و همبستگی خود را با جنبش سبز مردم ایران اعلام کنند. سخنران اول مراسم استاد رهامی پیرامون مسئله کوی و مسائل امنیتی کشور سخن گفت و اینکه با ستاره و توبیخ نمیتوان دانشگاه را ساکت کرد. دکتر الهه کولایی دومین سخنران بود که درباره پاسخ دادن به پرسش‌های مدرنیته در جامعه امروز ایران صحبت کرد و اینکه محققین باید آزاد باشند. پس از آن محی‌الدین فاضلیان دبیر انجمن اسلامی بیانیه انجمن را قرائت کرد. در این بیانیه در چند قسمت به مطالبات دانشجویان در عرصه دانشگاه، دولت، مجلس و قوه قضاییه پرداخته شده بود. مجید انصاری سومین سخنران بود که بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی دولت پرداخت و نسبت به تخلف از قانون و عدم تمکین دولت به قانون هشدار داد. او درخواست کرد که با توجه به ورود 6 کانال صدا و سیما، تریبونی در اختیار او و امثال او داده شود تا نظراتشان را بیان کنند. او در آخر در این زمینه برای مناظره اعلام آمادگی کرد. دکتر محمد رضا جلایی پور آخرین سخنران بود که از آخرین تحقیقاتش درباره جنبش دانشجویی ایران سخن گفت. او مطالبات جنبش دانشجویی را مردم سالاری و فضای باز نقد دانست و تاکید کرد که این مطالبات همچنان باقی است. به اعتقاد او جنبش دانشجویی ایران هیچگاه به دنبال قدرت نبوده و مدنی تر از جنبش دانشجویی فرانسه عمل کرده است. او اعلام کرد که برای تمام ادعاهایش مستندات خود را در مقالات خود ارائه کرده است. دادستان کل کشور از دستور خود برای دستگیری نویسندگان بیانیه‌های جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خبر داد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادامه فعالیت اصلاح طلبان و بیانیه‌های صادره از سوی مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ادعا کرد این افراد اشتباه کرده و با این اقدام روز به روز پرونده خود را سنگین‌تر می‌کنند و تردیدی نیست به سراغ آنها خواهیم رفت و زمانی می‌رسد که برای نجاتشان دیر است. به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه 15 آذر ماه در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه چرا هنوز صادق لاریجانی برنامه‌های خود را برای قوه قضاییه اعلام نکرده است گفت طی یک سال اخیر فعالیت‌های دستگاه قضایی شتاب بیشتری گرفته و در بسیاری از موارد در یک سال فعالیت لاریجانی به اندازه 3 سال دوران آخر ریاست شاهرودی پیشرفت داشته است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اظهار کرد یکی از مهمترین مسائلی که جامعه کنونی با آن مواجه است موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی است که برای کاهش ناهنجاری‌ها نیز نیاز به افزایش نظارت‌ها، تصحیح دستورالعمل‌ها و تنقیح قوانینی است که در دوره صادق لاریجانی به آن سرعت بیشتری داده شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات می‌تواند نشریات را توقیف کند گفت بر اساس قانون مطبوعات توقیف نشریات از وظایف و اختیارات هیئت نظارت تعیین شده و در صورت تخلف نشریات این هیئت می تواند نشریه را توقیف موقت کرده و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می تواند توقیف نشریه را لغو یا ادامه دهد. محسنی اژه‌ای افسود در مواردی مانند توهین به رهبری، مراجع اعزام و مقدسات پروانه نشریه لغو می شود و در حدود 24 مورد هیئت نظارت می تواند توقیف موقت نشریه را صادر کند. اظهارات این مقام ارشد قضایی در حالی است که نشریات، رسانه‌ها و روزنامه‌های متعددی از حامیان دولت طی سالیان اخیر بیشترین اهانت و حتاکی را به مراجع اعزام مردمی و حرمت شهروندان داشته و هیچ گونه برخوردی با آنها صورت نگرفته است. وزیر اطلاعات دولت نهم در مورد نامه اخیر 16 نفر از زندانیان حوادث انتخابات خطاب به هاشمی رفسنجانی و پیگیری لایحه جرم سیاسی اظهار داشت
افراد می توانند خواسته های حق یا ناحق خود را به مسئولین به صورت نامه ارائه کنند که برخی حالت تبلیغاتی دارد. برخی در راستای ادامه فتنه سال 88 بوده و برخی هم تلاش می کنند تا توجه رسانه های غرب را به خود جلب کنند که باید متن نامه، زمان نامه و خطاب نامه را مطالعه کنم، زیرا نامه های این چنینی هر روز برای دستگاه قضایی ارسال می شود و دستگاه قضایی نیز آن را به دقت پیگیری می کند. محسنی اژه‌ای همچنین از موضع قوه قضاییه برای برخورد با متهمانی که به زعم وی آزادانه در کشور فعالیت می‌کنند و با وجود اینکه از مسببان حوادث سال گذشته بودند و علی‌رغم موضع جدی مسئولان کشور به این مسئله دهنکجی کرده و بیانیه‌هایی صادر می‌کنند و همچنین مجاهدین انقلاب و مشارکت ادعا کرد این افراد اشتباه کرده و با این اقدامات روز به روز پرونده خود را سنگین‌تر می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد تردید نداریم قانون به سراغ آنها خواهد رفت و زمانی میرسد که برای نجاتشان دیر است. در حال حاضر این افراد علی‌رغم وجود فرصت برای جبران گذشته خود نه تنها اقدامات قبلیشان را جبران نکردند بلکه خلاف مسیر قانونی فعالیت خود را ادامه میدهند. وی با اشاره به مذاکرات خود با دادستان تهران برای شناسایی عاملان نگارش و انتشار بیانیه‌های منتسب به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین گفت از دادستان خواسته شد که به طور جدی از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای شناسایی افرادی که این بیانیه‌ها را دادند کمک خواسته شود.